تصمیم دولت ترکیه مبنی بر بازگرداندن زندانه های اروپایی داعشی به کشورهایشان موجی از نگرانی را برای کشورهای اروپایی به دنبال داشت. بازداشت برخی از افراد در فرودگاه های لندن، برلین و فرانکفورت به زن ارتباط با سنی های تون رای داعش از آغاز روند مواجهه اروپا با داعشی های اروپایی که قصد سالم به خانه برگردند حکایت دارد. مقام های اروپایی بر این باورند که تنها راه اطمینان از حفظ امنیت اروپا محاکمه افراد در دادگاه های اروپایی و حبس آنان در زندان است ترکیه شمار زندانیان داعشی را 2280 نفر از سی کشور جهان اعلام کرده است گفتنی دو سوم این زندانیان کودکانی هستند که یک یا هر دو والدین خود را از دست داده و فرانسه بالاترین شمار بازداشت شدگان داعشی در سوریه را در میان کشورهای اروپایی دارد